همکارم بابک اساقی از محل برگزاری این تجمع در تل‌آویو همراه ماست. بابک، دیشب هم شاهد این تجمع بودیم. امروز نتانیاهو در بین اونها سخنرانی کرد. ما رو در جریان جزئیات صحبت‌های او قرار میده. ظاهراً گفته که علی‌رغم اینکه تأکید کرده بر ادامه مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها، گفته به جنگ هم تا رسیدن به اهدافشون ادامه میدن و جنگ رو در واقع اهرم میدونسته برای آزادی یعنی فشار آوردن بر حماس برای آزادی گروگان‌ها. درست در همان زمانی که در پشت سر من همانطوری که میتونید ببینید هزاران نفر از مردم اسرائیل در تل‌آویو در میدان گروگان‌ها گوش به خانواده گروگان‌ها میدن و کسی که الان داره صحبت میکنه یکی از گروگان‌هایی هستش که در مرحله پیش آزاد شده. او گریه میکند و در سخنان خودش از آقای نتانیاهو خواست، در حقیقت التماس کرد که پدر او که همکنون در اسارت هست را آزاد بکنه. در حال حاضر آقای نتانیاهو هم در همین زمان در حال سخنرانی، همچنین آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم سخنرانی کرد در همین جا و آقای نتانیاهو گفت که همه تلاش خودش را برای آزادی گروگان ها انجام خواهد داد اما به جنگ هم ادامه خواهد داد. او دوباره بر همان اهداف پیشین بازگشت، یعنی نابود کردن نیروهای نظامی و حکومتی حماس. دیگر غزه جایی برای حماس و کسی که تهدید بکنه اسرائیل را نخواهد بود و اینکه گروگان ها را آزاد خواهد کرد. بیشتر پیام آقای نتانیاهو به جای اینکه برای این افرادی که در پشت سر من باشه، بیشتر با ایالات متحده صحبت کرد و گفت که بعد از جنگ و بعد از نابودی حماس، دوستان ما باید بدانند که اینجا حماسستان نخواهد شد و همچنین فتحستان نخواهد شد، یعنی اینکه حکومت خودگردان فلسطینی هم برخلاف آنچه جو بایدن میخواد نخواهد توانست که در اینجا در نوار غزه حکومت بکنه. او گفت فرق حکومت خودگردان و حماس در این نیستش که کی اسرائیل را نابود کنند، بلکه چگونه نابود بکنند. در نتیجه هیچ عنوان با او حکومت خودگردان فلسطینی در اونجا حکومت نخواهد کرد. در کنار اون یوآف گالانت هم مسئولیت کشته شدن 3 گروگان اسرائیلی را پذیرفت و گفت اما ما به جنگ تا پیروزی ادامه خواهیم داد. ممنون از تو همکارمون بابک ساقی که از محل برگزاری این تجمع همراه ما بودید.